رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، معرفی کتاب، برنامه برای فر فرهنگ. یا صاحب اللوح والقلم، کتاب نام مقدسی که برای بشریت گرامی و برای مسلمانان گرامی تر است، زیرا که کتاب مقدسشان قرآن ام الکتاب نامیده شده است. چهارم ثور 23 اپریل روز بین المللی کتاب است و ما به همین دلیل اینجا گرد هم آمده ایم. من تشکر میکنم از جناب آقای عادلی مورخ پرکار کشورمان که پیشنهاد داد تا این روز را تجلیل نماییم. مارشال مکلوهان معتقد است که رسانه های تصویری ادامه چشم، گوش و هوش انسان است. این یکی از تعاریف مدرن رسانه است. مطابق این تعریف، انسان موجودی است رسانه‌ای و کتاب نخستین رسانه خارج از وجود انسان است. همه می دانیم رسانه ها چنان پیشرفت نموده که کتاب دیجیتالی شده است. در این باب جناب دکتر صاحب سید رشید صمیمی یکی از آثار خیش را به نام راه انسجام که نام دیگش از تأمل بر وظایف حکومت دینی در قبال دیگر مسلمانان در عرصه بین المللی معرفی خواهد نمود. و همچنان دکتر صاحب کبیری دو کتاب را، عقاب‌های خونین و رازهای اندوهگین، چندول و چندولیان در 10 دهه اخیر معرفی خواهند نمود. هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی است که توسط خانم بیرونی معرفی خواهد شد. و همچنان مقاله یا سخنانی داریم از دکتر صاحب لقمان تحت عنوان کتاب و ام الکتاب. سایر دوستان طبعا برنامه دارند. آثار گرانسنگ زیاد را حجت الاسلام و المسلمین آقای زکی از استرالیا برای ما فرستاد و لیستی هم از فعالیت هایشان که ما به خاطر زکی از حوصله مقدمه خارج است از اونا یاد نمی کنم. تشکر از تشریف آوری همه شما بزرگواران. خداوند به شما اجر خیر دهد که زکات علم خیش را با مخاطبان رادیو کتاب تقسیم می نمید. دکتر صاحب صمیمی، ما یک خدمت شماست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال علي عليه السلام: كتاب المرء معيار عقله ومسبار نبله. روز کتاب خانی را یا روز جهانی کتاب را به همه علما و اندیشمندان و به خصوص اندیشمندان حاضر در مجلس، عزیزانی که در مجلس حاضر هستند، تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند متعال درخواست می کنم و عاجزانه که همه ما را از جمله کسانی قرار بدهد که کتاب الله خوب بخوانیم و خوب بفهمیم و در زندگیمان عمل بکنیم. خداوند متعال می فرماید: نون و القلم و ما یسترون. قسم به نون و قلم، نون و القلم و ما یست، یعنی حروف حرف مقطعه نون را به کار میبرد، قطعا دارای معارف بسیار بلندی است و جزء راز و رمزهایی است که بین خدا و رسول وجود دارد. حالا این که حقیقت نون چیست، نیاز به اون علم لدنی پیامبر گرامی اسلام دارد که خداوند به او تعلیم فرموده است. ولی بلا فاصله خداوند می‌فرماید: والقلم و ما یسطرون. قسم به قلم، واو قسمیه است، قسم به قلم و آنچه که می نگارد و آنچه که از نوک قلم تراوش می کند. این که از نوک قلم چه چیز می تراود و تراوش می کند، محتوای آن علم است. تراوش قلم علم و اطلاعات است که انسان را از سایر موجودات جدا می کند، چون انسان عاقل هست و ثمره تعقل فهم و علم است. این علم باید به کتابت درآید، قی
بالکتابه. علمتان را با نوشتن کار کنید، یعنی حفظ کنید، اون رو محفوظ نگه دارید و الا از بین می رود. اون چی که در این روزگار الحمدلله با توجه به رشدی میسر شده است، کتابت ها به صورت های مختلف است که می شود علم را هم به صورت فایل های صوتی، هم به صورت فایل های دانشمندان و نویسندگان از خود به جای بگذارند. این کتاب ها خودش نماینده شخصیت انسان هاست. امام علی علیه السلام می فرماید کتاب المرء معیار عقله و مسبار نبله. نوشته یک انسان معیار عقل اوست، معیار فضله، معیار دانایی اوست. اگر کسی میخواهد میزان اطلاعات یک فرد را و میزان دانایی یک فرد را بداند، به نوشته او نگاه کند. و همچنین مسبار و نبله، اون وسیله سنجش میزان تیزهوشی و دقت ذهنی و حدت هوشی اوست. یعنی اگر بخواهی میزان تیزهوشی افراد را، میزان دقت نظر افراد را تشخیص بدهی، به نوشته های او نگاه کن. و روی این جهت کتاب ها نشان دهندگان شخصیت نویسندگان خودشان هستند و هرچه انسان در نوشته خود دقت بیشتری داشته باشد، شخصیتی که از خود به جای میگذارد و به یادگار میگذارد، اون شخصیت شخصیت دقیق تر خواهد. به این جهت در نوشتن کتاب باید دقت های لازم را به کار گرفت، خصوصا در زمانه فعلی که الحمدلله دوران نوشته های کشکولی به سر رسیده. کشکول هم خوب است، قبلا دانشمندان و علما کتاب هایی می نوشت به نام کشکول، هر چیزی وجود داشت، از اخبار و از آیات قرآن و از شعر و مثل و داستان، هر چه بود در اون کشکول بود. خب این هم مخاطبان خاص خودش را داشت و الان هم دارد، منتها امروزه نگاه تخصصی شده است به کتاب و کتاب ها باید در حیطه خاص با اون لول تحقیقاتی و پژوهشی باید نوشته بشود. به این جهت در مجلس ما الحمدلله کسانی که من میشناسم الحمدلله همشون دارای نظرهای پژوهشی و تحقیقاتی هستند و به این جهت قطعا آثاری که معرفی میکنند و آثاری که نوشتند، این آثار آثار تحقیقاتی و پژوهشی است، چون اون چیزی که به عنوان علم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود پژوهش هاست، تحقیق هاست. یعنی ثمره پژوهش به وجود آوردن علم و دانش است، یا گسترده ساختن دامنه علم است که به آن پژوهش می گویند. و الا هر نوشته ای را پژوهش و تحقیق نمی توان به آن نام نهاد. اون چیزی که حالا من زیاد وقت رو نگیرم، حقیق خب از مدت هایی که کتاب هایی نوشتم، حالا نمیخوام همه کتاب ها رو معرفی کنم، شاید 10-12 جلد کتاب مطبوع و چاپ شده دارم، اینا اکثرشان از طرف پژوهشگاه ها منتشر شده است. مثلا این کتاب را که امشب صدیق ارجمند حاج آقای نوید اسمش رو معرفی کردن به نام راه انسجام یا تأملی بر وظایف حکومت دینی در قبال دیگر مسلمانان در عرصه بین المللی، این کتاب در سال 1386، یعنی این کتاب حدوداً شاید 17 سال پیش یا 16 سال پیش نوشته شده و از طرف مرکز پژوهش های اسلامی صدا سیمای ایران هم منتشر شده. یعنی این کتاب در اون زمان به عنوان یک پروژه به حقیر واگذار شد و اونجا در صدا سیمای ایران اینجوری هست که موضوع اعلام می شود، بعد محققین طرح‌ها و پروپوزال‌های خود را می نویسند و این کتاب هر پروپوزالی که قوی‌تر و دقیق‌تر بود کتاب به او واگذار می شود به نویسنده که کتاب رو بنویسند. و از جمله طرح‌هایی که در مرکز پژوهش‌های صدا سیما مورد تصویب قرار گرفت، طرح حقیر بود و این موضوع را من در سال 1385 نوشتم و در سال 1386 الحمدلله به چاپ. موضوع این کتاب که حالا جلدش هم به این صورت تأمل راه انسجام، تأملی بر وظایف حکومت دینی در قبال دیگر مسلمانان در عرصه بین المللی،
کتابش دوربر 115 20 صفحه است، کتاب کوچیکیه. منتها فصلهای اصلی این کتاب، حالا من خیلی زیاد نمیخوام وارد ریز مطالب بشم، در چند فصل این رو من طراحی کردم کتاب رو. فصل اولش بحث که مباحث مقدماتی و ورودی به بحث هست، فصل دوم بحث موارد مبانی بحث مبانی مسئله است، فصل سوم که وارد مباحث اصلی میشیم وظایف حکومت اسلامی در قبال، یعنی ما در فصل سوم وظایف دولت اسلامی در قبال دولت‌های اسلامی، یعنی یک دولت اسلامی در قبال دولت، مثلا دولت اسلامی فرضاً جمهوری اسلامی پاکستان که ادعای دولت اسلامی دارد در قبال دولت‌های اسلامی چه وظایف دارد، که اینجا حدوداً شاید 9 محور تحت عنوان وظایفی در قبال دولت‌های اسلامی را مورد بررسی قرار داد. دکتر صاحب در بزرگوار، فصل سوم معذرت، شما می تصویرتون رو قطع کنین، 2 دقیقه شاید تمام بشه، تصویرتون رو قطع کنین، صدایتون خراب شد صاحب. بعد میرسه به فصل، مثلا در فصل سوم پایبندی به منافع مشترک اسلامی و تلاش برای تحقق رسالت جهانی، احترام به حق حاکمیت ملی و همزیستی مسالمت آمیز، دوستی با یکدیگر و حفظ پیوندهای دینی و میراث مشترک، حسن همجواری با همسایگان، صلح و اتحاد آمیخته با گذشت و بردباری، تشویق دولت‌های اسلامی به حفظ عزت دینی، یعنی به کارگیری قاعده نفی سبیل که الان متاسفانه در دولت‌های اسلامی بسیار کمرنگ هست، اون دولت‌های اسلامی که عزت دینی و اسلامی خود را حفظ نمی‌کنند یکی از مشکلات جهان اسلام هست، تلاش برای برقراری امنیت در سرزمین‌های اسلامی، پاسداری از حقوق و منافع کشورهای اسلامی در سازمان‌های جهانی، یعنی در سازمان‌های جهانی تمام دولت‌های اسلامی سعی کنند که اون منافع کشورهای اسلامی رو مورد دفاع قرار بدهند. در فصل چهارم وظایف حکومت دینی در برابر ملت‌های اسلامی است که مواردی مانند حرمت گذاری و احترام به ملت‌ها، دعوت به برادری اسلامی، وحدت کلمه، راهنمایی جوامع اسلامی، نفی ستم و یاری ستم دیدگان. در فصل پنجم وظایف حکومت دینی در برابر مسلمانان ستم دیده است که الان بحث دفاع از غزه و امثال اینا یعنی جزء وظایف حکومت دینی است، یعنی حکومت‌های دینی و حکومت‌های اسلامی یکی از وظایفشون دفاع از مسلمانان در مقابل ظالمان هست، از مسلمانان ستم دیده، که بحث اینجا چند قسمت کردیم، بحث آوارگان و مهاجران که در که وارد دولت مثلا سرزمین اسلام میشن، یعنی حمایت از آوارگان مهاجران، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش، حمایت از سرزمین‌های، بحث سرزمین‌های مورد تهاجم که الان مثلا سرزمین اسلامی مورد تهاجم دولت‌های غیر اسلامی قرار بگیرد، اینجا دولت اسلامی وظیفه دارد. و بحث فصل ششم که یک بحث کلیدی هست تحت عنوان منافع ملی و مصالح اسلامی، یعنی یا ما یک منفعت ملی داریم و یک مصلحت اسلامی داریم، منافع ملی و مصالح اسلامی، که در اینجا در وقتی که تعارض ظاهری پیش بیاید بین منفعت ملی یک دولت اسلامی با مصالح کلیه جهان اسلام، در این صورت چه تصمیمی اتخاذ کند هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته. این کتاب در زمره کتاب‌هایی بود که در سالی که رهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای سال اتحاد و انسجام اسلامی اون سال رو نامیده بود، این کتاب به پیشنهاد صدا سیمای جمهوری اسلامی به حقیر نوشته شد و در سال 1386 یعنی حدوداً 17 سال پیش به چاپ رسید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار، استفاده کردیم، انشالله که باز در مورد از کتاب فرصت های هست گپ میزنیم. ما یکم اسپاریم به انجینر صاحب حسین، ما از ایشان خواهش کرده بودم که در مورد برداشتشان از قرآن صحبت کنه، چون اطلاع دارم که ایشان سال هاست با تفاسیر گوناگون قرآن سر و کار داره، خودش اجازه نمیده که ما بگویم مفسر است،
مجبوری رقمی میگم. و همچنان با استاد بزرگوار فروتن صاحب صحبت کرده بودیم، ایشان هم صحبت دارن. خب به ترتیب دست بالا کردن، اول نوبت به انجینر صاحب حسین میسپاریم، بعد دکتر صاحب لخمان، بعد استاد فروتن. انجینر صاحب حسین، مایک در خدمت شماست. تشکر ډیره زیاته مننه. سلامونه او بس نیک هیلی ټولو حاضرینو ته وړاندې کوم. هغه څوک چې زما غږ به ورسته اوري، سلامونه نیک هیلی ورته وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. د قران په اړه د یو کتاب په توګه نظر ورکول ستونزمن کار دی، خو د پوهانو او علماو د مطالعو او نظریاتو پر بنسټ، او هغه څه چې ما ته هم پرې اندازې پورې د منلو وړ دي، کوښښ کوم په خپله د قران له یوې دعوي پیل وکړم. په قران کې یوه ستره او هیښوونکې دعوه مطرح شوې ده چې له دې دعوې وروسته چې کابو دا څوارلس پیړۍ تیر شوي دي، که چا د دې دعوې په ابطال کې کوښښ هم کړی دی، ناکام شوي دي او خبرې یې ځای نه دی نیولې او چا ورته اهمیت نه دی ورکړی. دا عجیبه دعوه چې اصطلاحا تحدي نومول شوې په لاندې ډول ده: که ټول کسان چې پیژنئ او یا یې نه پیژنئ، یعنی انسوجن د ادبیات او عرفان او ټول پوهان او متخصصین مطلب دی، که دا ټول را یو ځای شي چې وغواړي یو کتاب د دې قرآن په څیر وړاندې کړي، وبه نه شي کولی حتی که یو له بل سره په ګډه کار وکړي. دا د اسراء سورت اته اتیوم آیت دی چې ما یې تاسو ته ترجمه وړاندې کړه. همدارنګه د پیغمبر مخالفین مدعیان ول چې محمد صلی الله علیه وسلم دا خبرې له ځانه جوړې کړي دي، آن ورته ځواب ورکوي که پر هغه څه چې پر خپل رسول منازل کړي دي شک لري، که رښتیا وایست هم یو صورت، یعنی کتاب نه، یو صورت له هغه په څیر راوړی، او هر څوک چې غیر له خدای کولی شي د همکارۍ لپاره دعوت کړی. په قرآن کې د دې موضوع په اړه نور آیتونه هم شته چې د وخت د کموالي له امله پر همدې بسنه کوم. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې دا کتاب څنګه یو کتاب دی چې دومره په ډاډ او اطمینان دا دعوه کړې ده؟ د علومو او ادبیاتو له دومره پرمختګ سره هیچا ونه شو کولی دا دعوه باطله کړي. که له ډېری مسلمانانو څخه د دې چار د لامل او علت په اړه پوښتنه وکړي، ځواب یې یا د قرآن د هدایتي اعجاز اړخ ته ورګرځي چې بشر ته د پنځګر او خالق د پیژندنې، د خلقت د فلسفې درک او پوهه، او د غوړېدا او ودې لار ته لارښوونه کوي، او یا د قرآن پر سج او قافیه او ادبي اعجاز استناد کوي. خو هیڅ یو له دې دوو دلیلونو قانع کوونکي نه دي. لومړی دا چې کېدای شي ډېر عرفاني کتابونه په نسبي توګه هدایت کوونکي هم اوسي، او دوهم دا چې د قرآني آیتونو شعر وزموالی او ادبي اعجاز یوازې قرآن ته ځانګړی نه دی، او په نسبي توګه نورې ژبې هم کېدای شي ورته مثالونه ولري. که د قرآن د نزول معاصرو عربو ته د جاهلیت د دورانه د شعر او شاعرۍ هنر ته لیوال ول، د قرآن آیتونه په ځانګړې توګه مکي آیتونه ډېره جاذبه درلوده، خو د ژبې سیالوالي او بهاندوالي ته په پاملرنه د اوسني نسل مسلمانانو ته چې د نورو ژبو ویونکي دي، د خپلو ژبو شعرونه ورته ډېر کشش لري، په ځانګړې توګه چې د عربو له ادبیاتو سره هم آشنایي ونه لري. څه ډول کولی شي دا منطق قانع کوونکی اوسي؟ حقیقت دا دی چې د قرآن ادبي اعجاز د مسلمانانو تصور دی. په قرآن کې مطلقا داسې امتیاز ته اشاره نه ده شوې. د قرآن ادعا دا ده چې نور د هغه له مثل راوړو څخه ناتوانه دي. او مګر قرآن څه ډول یو کتاب دی چې انسان نشي کولی د هغه په څیر او مثل راوړي؟ داسې بریښي چې کېدای شي هماغه عیب او ایراد د قرآن د پوخوالي لامل وي چې ناباوران یا د قرآن نه آشنایانې د هغه په ظاهري جوړښت نیسي.
هغه څوک چې په قران باور نه لري، هغه وایي چې قران ګډ وډ شیانو نه را جوړ شوی یو کتاب دی، لکه د جنگ په شکل یا کچکول په شکل چار شی پکې شته او ګډوله شیان لري، او دا ګډوډي ګډوډ خپلوالی دی چې له اسمان او ځمکې، خدای او انسان، تاریخ او طبیعت، له تیر او حال او راتلونکي یو تر بله په ترکیب کې خبره کوي. دا اعتراض په قرآن باندې هغه څوک چې باور نه لري په قرآن باندې، او یا هغه څوک چې اعتراض نشي په قرآن باندې، دا اعتراض کوي. قرآن دغسې یو کتاب دی. موږ او تاسو چې معمولا نور کتابونه مو تر اوسه لوستي، لکه تاریخ، جغرافیا، فزیک، کیمیا، ریاضیات، ادبیات او داسې نور شیان، مشخص او ټاکلی نظم او ترتیب لري چې معمولا له یوې موضوع په واحد زمان کې له یوه ثابت او جوت مخاطب سره خبره کوي. خو د قرآن ضمیرونه تل له حاضر غایب ته او په شپږو حالتونو، زه، ته، هغه، موږ، تاسو، هغوی، کې په نوسان کې دي، کښته پورته کېږي، او له ټولو کتابونو سره چې تر اوسه مو لوستي دي توپیر لري. هم متن دی او هم مکالمه، هم شریعت دی او هم طبیعت. په لنډه توګه ویلی شو لکه د هستۍ او طبیعت په څیر لا یتناهي او رنګارنګ دی. په خپله د قرآن په وینا موږ د خلکو لپاره په دې قرآن کې له هر څه موږ د خلکو لپاره په دې قرآن کې له هر څه راوړي دي. دا د اسراء سورت نهه اتیاوم آیت و چې قرآن شریف وایي چې موږ د خلکو لپاره په دې قرآن کې له هر څه مثال وهلی دی. قرآن که یو بل مثال ووایو په دې شکل دی چې یو ژوندی سینمایي فلم دی، د خدای تعالی په هدایت او ډایرکشن. خدای تعالی ډایرکټر دی او یو ژوندی فلم دی چې لوبغاړي ټول انسانان، ټولې پرښتې او د هستۍ ټوله نړۍ ده. هدایتکار هم د صحنې شاته دی چې الله تعالی دی، او هم د صحنې په منځ کې له ټولو لوبغاړو سره دی، او هم دا ډول دی چې ویل شوي دي که ټول انسانان را یوځای شي د هغه مشابه یو صورت هم نشي کولی راوړي، ځکه دا کار د هیڅ انسان د وسه پوره نه دی چې لا تر اوسه یې لا نه دی راوړی او بیا به هم را نه وړي. په عمومي توګه ویلی شو چې قرآن الهي نامه ده یا الهي لیک دی چې خطاب ناس یا خلکو ته دی. په دې عمومي ویشنه کې قرآن له دو اصلي موضوعګانو خبره کوي، خدای او خلک. د ارواښاد دکتور شریعتي په وینا دا کتاب د خدای په نوم یعنی بسم الله پیل کیږي او د خلکو په نوم یعنی الناس پای ته رسیږي. اما الهي ذات چې د قرآن په تصریح اول او آخر او ظاهر او باطن او له هر څیز سره یې بے شباهت او بے مثل دی، په هیڅ بڼه نه موندل کیږي. خو په عوض کې د هغه نښې چې آیتونه نومول شوي دي او د خدای پر اسما او صفتونو دلالت کوي کېدای شي وپېژندل شي. دا آیتونه په دوو ډګرونو او برخو کې د لید وړ دي. اول، تکوینی آیتونه چې په کون مکان کې دي، یعنی طبیعت کې دي، لکه اسمانونه، ځمکه او دا ټول موجودات. او دویم، تشریعي آیتونه دي په شریعت کې، نبوت او هدایت چې لفظي آیتونه هم ورته ویلی شو، او هغه آیتونه چې د لفظ په بڼه راغلي دي. یعنی آیتونه په دوه ډوله دي، یو آیتونه تکوینی دي چې په کون مکان او طبیعت کې موږ او تاسې ورته توجه کولی شو، چې مثال اسمانونه او ځمکه او ستوري او هر څه چې تاسو په موجوداتو کې وینئ. دویمې، تشریعي آیتونه دي په شریعت کې، یعنی عبارت د نبوت او هدایت څخه دي چې لفظي آیتونه هم نومول شوي دي، هغه آیتونه چې د لفظ په بڼه راغلي دي. نو په پورتنۍ ویشنه کې الهي نامه د آیتونو پر دوو ټولګو ویشل شوې ده، خو خلکو ته خطاب تبلیغ کېدای شي په دریو زماني ډګرونو وویشل شي. نو جمله بیا تکراروم چې بیا اصلاح. نو په پورتنۍ ویشنه کې الهي نامه د آیتونو پر دوو ټولګو ویشل شوې دي، خو خطاب خلکو ته لیک کېدای شي په دریو زماني ډګرونو وویشل شي. دوه ټولګې چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه تکویني آیتونه دي او تشریعي آیتونه دي، خو خلکو ته چې کوم خطاب کړی دی هغه درې فصلونو کې کېدای شي موږ ورته پام وکړو. اول، تیر زماني، دا زماني ډګرونو کې طرحه شوي دي چې تیر یعنی د امتونو تاریخ
پیغمبر او مخکینی خلق تیر شوی دی، پیغمبران او مخکینی خلق او بل حال دی، پیغمبر هم مهال او معاصرین او د هغه پیغام ته د جواب د ورکولو ډول. پیغمبر دې څه عکس العمل پیغمبر سره په خپل وخت کې ښودلی دی، منلی دی یا نه دی منلی، او بل راتلونکي حالت دی. راتلونکي حالت عبارت د قیامت څخه دی او جنت او دوزخ څخه دی. دا یو فرضي ویشنه ده. له داسې فرضي ویشنه سره کولی شو په ټوله کې قرآن له 5 اصلي برخو متشکل وګڼو، چې هر یو د دې کتاب له سورتونو په تناسب له ټولو یا له یو شمېر له دې فصلونو تشکیل شوی دی. یعنی د قرآن هر سورت کې تاسو ووینئ دا 15 شکله، 15 فصلونه پکې یو شکل نه یو شکل باندې موجود دي، یا ټول پکې موجود دي او یا کېدای شي د دې څخه زیات پکې موجود دي. موږ انسانان چې د زمان او مکان په زندان کې بندي یو، ژوند یو بعدي یو محالي وینو، او طبیعي ده چې زموږ تالیفونه او لیکنې به هم د ژوندانه یو اړخ ته په یو ادبي بهیر کې توجه ولري. خو که د ځان او جهان لپاره په پنځګر او خالق باور ولرو، طبیعي ده چې د زمان او مکان خالق د دې زندان اسیر نه دی او چارې او امور له هغوی اخوا ویني او څرګندوي. یعنی څوک چې د دې شیانو خالق دی، د زمان او مکان خالق دی، هغه د زمان او مکان کې بند نه دی. نو د هغې لیکنې هم داسې دي چې کوم شیان چې ویني هغه د زمان او مکان څخه بهر ویني. له بلې خوا نه موږ اوسنۍ زمانې پورې نښتي یو، دا اوس تیر مهال زموږ د ډیرو لپاره تیر شوی دی او هغه پورې کار نه لرو، او راتلونکي هم چون نه دی راغلی زموږ محاسباتو کې نه راځي، هغه زموږ د محاسباتو نه خارج دی. قرآن د درې واړه زمانې له تیر څخه د عبرت او د راتلونکي کې د چمتووالي لپاره یو تر بله یو ځای مطرح کوي. موږ که کوم شریعت ته پابند هم اوسو، د طبیعت حساب له هغه بېلوو او له هغه سره د خپل چلند هیڅ اړیکه نه مومو، ګواکې 2 پنځګران لري. یعنی مطلب موږ داسې یو شکل عمل کوو ورسره چې طبیعت نعوذ بالله بیل خدای لري او په اصطلاح شریعت بیل، حال دا چې او 2 قانونه پکې حکم واکمن دي. او د همدې د خاطره موږ تعجب هم کوو چې ولې قرآن دا دواړه یو د بل تر څنګه ګمارلي دي، او نه پوهیږو که په قرآن کې کابو 600 آیتونه آیت الاحکام په اړه شتون لري، له هغه نه زیات 250 آیتونه طبیعت ته ځانګړي دي. نو قرآن هم متن دی، یعنی یو کتاب دی، نړۍ لید، جهان بینی او انسان پیژندنه، انسان شناسی او لارلیک، یعنی احکام او دستور عمل، مطلب ایدئولوژي لري. هم یو ژوندۍ مکالمه ده چې قرآن سره ولولي، په عین وخت کې د 2 کسانو مکالمې ته متوجه کیږي، د خدای او انسان ترمنځ، خدای او پرښتو ترمنځ، خدای له ځمکې او اسمان سره مکالمه کوي، جنتیانو او دوزخیانو له یو بل سره، یا له خدای او ملائکو سره، انسانان له یو بل سره، مؤمنان له مشرکانو سره، مسلمانان له اهل کتاب یعنی یهودانو او مسیحیانو سره، او نورې بڼې او ډولونه لري. یعنی دا د مکالمې طرز هم په دې کتاب کې شته دی. له دې ټولو موضوعګانو سره سره چې په قرآن کې مطرح شوي دي، د قرآن آیتونه او سورتونه یو تر بله لکه د زنځیر د کړیو په څیر په اړیکه او تړاو کې دي، او د عددي منظمو رمزونو لرونکي دي چې د یو آیت حتی د یو حرف د ښکته پورته کېدو شونتیا له منځه وړي. نه پرې څوک کوم آیات زیاتولی شي او نه یې ترې کمولی شي. لکه د شګو د غونډیو په څیر پل شوی نه دی چې ازای یو له بله بېلې یو د بل تر څنګه ایښوول شوي وي، بلکې یو له بل سره په تړاو کې یوه ټولګه ده، لکه د انسان د بدن په څیر ټولې برخې یو له بل سره په یوه ټولګه کې کار کوي او یو تر بله همغږي اړیکه او تړاو لري. د حضرت علي په تعبیر ان القرآن يفسر بعضه بعضا، د قرآن هر برخه بله برخه تفسیر کوي. په دې ترتیب د قرآن د تفسیر بهترینه طریقه په خپل له قرآن څخه استفاده ده. د دې کتاب عمومي تړاو په خپل په قرآن کې تشریح شوی دی. د زمر آیت ته چې الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني، الله هغه ذات
چې ډیره غوره بهترینه نوې خبرې نازله کړي، یو همغږي ورته او بر کتاب. نو چون وخت شاید ما ته اجازه را نه کړي، ګرچې زه نورې ډېرې خبرې لرم، په همدې ځای بسنه کوم. ډېره مننه. تشکر انجینر صاحب بزرگوار، معذرت به خاطر محدود بودن وقت. فقط ما یک نکته خدمت دوست عرض میکنم که در بین ما و شما یک جوانی است به نام سید جاوید شکیب زاده که در دانشگاه علامه کابل استاد بوده. ایشان دو کتاب از سید جمال الدین افغان ترجمه کرده که کتابایش بسیار ارزشمند است. پی دی افش برای من رایی کرده. در کابل نت ضعیف است و هم وقت استراحتشان میشه. اگر دوستا آل اجازه بتن خوبال میریم به مون نوبت قبلی خواهد ما و شما. دکتر صاحب لخمان است، بعد دوستات فروتن. باز ایشان لطف کند دست بالا کنه هر وقت آمادگی داشت. ما از دوستا نوبت میگیرم برای شما. دکتر صاحب لخمان بفرمایید. تشکر جناب مسیح صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. بار دیگر سلام مجدد به تمامی میهمانان گرامی و میزبان معزز جناب مسیح صاحب. من انشاءالله کوشش میکنم که مختصر بسازم صحبت های خود را. و لطف کردن رادیو کتاب عنوان برنامه مرا یا عنوان مقاله مرا انتخاب کردن که یک عنوان بسیار عالی است که من هم اگر خودم انتخاب میکردم عین عنوان را انتخاب میکردم. عنوان مقاله ما است کتاب و ام الکتاب. نخست سخنم را در مورد ارزش، جایگاه، اهمیت و ویژگی کتاب به این دو قطعه شعر آغاز میکنم و سپس در مورد ام الکتاب. در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است، در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است، سرمنزل مقصود گهربار کتاب است. در عرش و قلم قامت خود تا که بیار است، بر سجده سر آورد که دلدار کتاب است، بر سجده سر آورد که دلدار کتاب است. کتاب تجلی معرفت صفات و کمال آن ذات متعال است. کتاب عاطفه را رشد و بهبود می بخشد. کتاب همدلی ما را صیقل می باشد. به ما کمک می کند تعادل عاطفی خود را حفظ کنیم و اجازه نمی دهد احساسات بر رشد ما تأثیر بگذارد. کتاب به طور منظم تخیل تحریک می کند. رشد عاطفی را تسریع و کنجکاوی طبیعی را تقویت می باشد. کتاب انگیزه آرامش، اشتیاق و شهامت دیدن موقعیت ها را به شیوه مثبت به ما می دهد. به ما اجازه می دهد اهمیت زمان را درک کنیم. کتاب به ما یاد می دهد که باید برای داشته های ما شاد باشیم و برای رسیدن به خواسته های ما تلاش کنیم. به ما دانش می دهد و درک ما را بالا می برد. گستره توجه و سطح تمرکز ما را رونق می بخشد. برای هر مشکل راه حل دارد و در تمامی جنبه های زندگی به ما کمک می دهد. کتاب منبع خوبی برای یادگیری از مربیان هستند. کتاب مرشد، رهبر، زعیم، مدیر و حاکم تکوین شخصیت ما بوده و ارزش‌های اخلاقی ما را پالایش می‌بخشد. کتاب به نیروی تخیل، آرزوها، توقعات و توهمات ما جامعه عمل می‌پوشاند. اما ام الکتاب، اولاً قرآن کریم یا لسان قرآن کریم بنابر قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال ايضا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وايضا انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. بنا در این نقطه ما درک میکنیم که لسان قرآن عربی است به خاطر از اینکه لسان رسول کریم صلی الله علیه و سلم همچنان عربی بوده و معمولا تمام کتاب‌های آسمانی به لسان عمو پیامبر و قوم نازل میشه. بنان ایران به یاد داشته باشیم که در قرآن عظیمشان تعادل حفظ عربی هم ذکر شده که خداوند جل جلاله باز هم میفرماید که الاعراب اشد کفرا و نفاق. یعنی با این مقایسه ما اینطور میگیریم که در اینجا باز هم معیار تقوا و پرهیزگاری است. کسی که پیرو قرآن است، کسی که پیرو سنت پیامبر است. نه فرق بین عربی است و نه بین عجمی، نه فرق بین سیاه است و نه سفید، نه فرق بین مرد است و یا زن.
دین مبین اسلام و کلام الله مجید برای مطالعه و کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاص قائل شده است. اهمیت کتاب در اسلام به قدری است که معجزه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم از نوع کتاب است و در این کتاب مقدس هم اولین آیتی که به پیامبر ارشاد شده است امر خواندن الفاظ کتاب، قلم و علم توأم شده است. اهمیت کتاب و کتابخوانی و عظمت و شرافت کتاب در اسلام تا حدی است که خداوند متعال به قلم و به آنچه می نویسد قسم یاد می‌دهد. جایگاه، مفهوم، معنا و همچنان همخوانی کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن کریم، دین مبین اسلام، پیامبر گرامی اسلام، صحابه کرام و ائمه مطهره یک نوع ثبوت ثابت و نهایت حائز اهمیت است. بنان لازم می دانم که چند نمونه از آیات متبرکه قرآن عظیم‌الشان را خدمت شما ذکر نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم افتؤمنون ببعض الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ود كثير من اهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق صدق الله العظيم. آيات متعددة وجود دارد که کلمه مقدس کتاب در او تذکر رفت در خود قرآن عظیم شد. همچنین نقش کتاب در هدایت، رستگاری، سعادتمندی، هدایت، شخصیت سازی، علم‌اندوزی و پیشرفت علمی و فرهنگی انسانها و جامعه بشری جایگاه شامخ دارد. در نتیجه کتاب و کتابخوانی و تحصیل علم و دانش از فرایض بسیار مؤکد بوده و در دین مبین اسلام قرآن کریم و احادیث و گفتار بزرگان و اهل دانش مورد توجه عمیق قرار گرفته است. به همین سبب توجه به بستر سازی های لازم و ایجاد مراکز کتابخوانی و کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ مطالعه کتاب از راه های مختلف لازم و ضروری پنداشته می شود و من الله التوفیق. بسیار تشکر دکتر صاحب لقمان، خیلی مختصر و مفید. استاد بزرگوار فروتن صاحب شما بفرمایید، بعد به اجازه دکتر صاحب کبیری. بله بفرمایید، من دست خودم از اون فضل پس کردم که بعد بانو ایشان باشه. یک دنیا ممنون. دور دوم باز با بیانات استاد شکیب زاده شروع میکنیم. استاد فروتن بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آن که می اندیشد به ناچار دم فرو می بندد، اما آنگاه که زمانه زخم خورده و معصوم به شهادتش طلبد، به هزار زبان سخن خواهد گفت. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که انسان را از خون بسته افرید. بخوان به نام پروردگار تو از کریمترین است، آن که به وسیله قلم آنچه را که انسان نمی دانست آموخت. دانشمندان فرهیخته و قلم به دستان نامور در تاریخ انسان، جامعه افغانی و تمدن بشری که به مناسبت بزرگ داشت از روز کتاب در آشیانه به نام رادیو کتاب گرده هم آمده اید و از این روز مبارک که در معبد از تاریخ خلقت به عنوان توتم افرینش حق شده است گرامی داشت به عمل می آورید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این آیه کریمه که در مدینه نازل شده و می دانید و می دانیم که در لحظات نزول آن قرآن به صورت امروزی صفحه بندی نشده و به عنوان کتاب الله در میان مسلمانان و مؤمنان شناخته نشده بود، این را می رساند که این مصدر بر ثبت و مکتوب همه کائنات، همه نظام کائنات و مکانیزم افرینش دلالت می کند، زیرا که خالق و ناظم هستی کائنات را با کارگیری لفظ ریب معرفی نموده است. بزرگی در جای گفته است که سخن گفتن درباره کتاب
دلیل آوردن برای آفتاب است و به خصوص در چنین جمعی که بزرگداشت از کتاب و آگاهی مضمون اصلی این نشست است، فکر میکنم سخن زایدی باشد. در محضر جمعی که اساس کارش بر کتاب نهاده شده و جمعی که وابسته به یک تمدنند و نماینده یک تاریخ، میدانیم که تمدن و فرهنگ از همان آغاز آفرینش ریشه در کتاب دارد. هاکذا میدانیم که محمد تنها وارث کتاب و مذهبی است که معجزه‌اش کتاب و نام کتابش خواندنی است و نخستین پیغامش بخوان و سپس بزرگترین ستایش خدایش در صفت کسی که تعلیم میدهد و چی تناسب خوبی که پیش از قرائت این یادداشت سوره اقرا خوانده شد به دو مناسبت. یکی این که سوره اقرا نخستین پیامی است که پیامبر اسلام دریافت کرده و نخستین آیه است، آیه کتاب اوست و آغاز مذهب او. و تناسب دوم که زیباتر است این است که این پیغام در یک جامعه بدوی و مخاطب قرار داده بود دن مردمی بود که جز شمشیر و شطور چیزی را نمی‌شناختند و مخاطب پیامی بودند که نخستین کلمه‌اش بخوان است و اولین ستایشی که از خدای این مذهب و این تمدن می شود ربک الاکرم است. پروردگارت گرامی تر است. چرا گرامی تر است؟ که الذی علم بالقلم، زیرا که پروردگارت کسی است که با وسیله قلم تعلیم می دهد. چه چیزی را تعلیم می دهد؟ آنچه را که قبلا انسان نمی دانست. بنابراین آغاز به خواندن است و به بزرگداشت از مقام کتاب هستی و گرامی داشت از فطرت الهی برای انسان باشنده همه عصرها به ویژه این عصر و در میان تمامی نسلها کتاب یک مربی بزرگ و شاید تنها مربی محبوب انسان نمیده شود. اما آنچه که فکر کردم در این جلسه به عرض برسانم و ناچارم تکرار کنم، مسئله هست که همواره در و در هر زمینه و هر فرصتی تکرار میکنم، این است که اکیداً باور دارم که هر گونه تغییری و هر گونه رهیاب و رهنمایی و هر گونه بینش و تلقی که نسبت به انسان و جامعه، نسبت به آینده، نسبت به بشریت، نسبت به فرهنگ و سیاست داریم، به همه وجوه گوناگون و همه عقاید مختلف و همه مکتبهای متفاوت داشته باشیم، همه موکول به آن است که در این محفل بزرگداشت از کتاب بیان میکنیم و باید زیربنای فعالیت همه روشنفکران و اندیشمندان کشور باشد و معتقدم که بدون آن هر گونه تلاش عقیم است و بدون آن هر گونه مکتب و مذهب و ایدئولوژی و رهنمایی و هدایت فکری جامعه بیهوده است. آنچه که به حیث مقدمه و زمینه کوتاه بحثم عرض می رسانم این است که من اکیداً باور دارم علت اساسی عقیم شدن و عقب ماندن جوامع بشری و به نتیجه نرسیدن همه مکتب‌های اجتماعی و اخلاقی و همه اندیشه‌های فلسفی، سیاسی و تربیتی در این نیفته است که روشنفکران معاصر و آنانی که مسائل و نیازهای جوامع انسانی را به صورت مجرد و بدون ارتباط ماهوی آن به سایر اندام‌های حیات مورد مطالعه قرار داده‌اند، در مقابل این کج اندیشی کتب آسمانی به ویژه قرآن به مثابه آخرین و مکملترین وثیقه و کلام الله و به عنوان آینه تمام نمای هستی و فطرت گام به گام تکامل انسان در کائنات به مناسه ظهور رسیده است. این ناقص را مرفوع داشته و نیازهای انسان و جامعه را در هر نقطه از تاریخ و در آینه تمام اندامهای تکامل هستی و انسان توسط پیامرسانان مصلح و امین عرضه نموده است. البته باید خاطر نشان ساخت که پیامبر اسلام کلمه اسلام نه خاص و رسالت خودش نمی داند، بلکه مسلمان و اسلام را به معنای دین واحد و منحصر به فردی که در طول تاریخ زندگی مسئولانه انسان به عنوان جانشین خدا انجام داده و در هر عصر پیغمبر و کتاب مختلف داشته است تلقی می کند. خودش را آورنده اسلام نمی داند، بلکه آدم را به عنوان نخستین خلیفه خدا و بنیانگذار اسلام معرفی می کند که سرانجام در مسیر فرهنگا و تکامل بشری اسلام نیز به عنوان نقشه راه زندگی هم آهنگ به فطرت تکمیل و تر خاتمیت به نهایت رسیده است. بنابراین محمد پیامبر اولوالعزم خدا در زمین حامل کتابی بوده که همه تاریخ انسان و هستی و کائنات را احتوا می کرد که در گذشته به صورت پیوسته وجود داشته است و می بینیم
و در عین حال که اسلام رسالت خودش را در گذر از حیات مسیح و موسی به ابراهیم میرساند، از ابراهیم به نوح باز میگشاید و از نوح به آدم، که از که این مسیر را در نزد اکثریت فلاسفه و دانشمندان علم تاریخ به تاریخ باز مسما گردیده است. تاریخ باز یک اصطلاح فنی در علم تاریخ است و آن را با موتوری به نام جهان بینی که قرآن کتاب هستی، کائنات و انسان به مثابه آخرین و مکملترین نقشه راه زندگی بشر به صورت معجزه عصا توسط محمد پیامبر بزرگوار خدا به عنوان آخرین پیامرسان نزول یافت. آنگاه که کتاب و رسانه در خدمت استعمار قرار می گیرند. این قلم در این بخشی از عرایزم تلاش خواهم کرد با برخی اقدامات و شیوه های اشاره کوتاهی کنم که عصاره سلها کار فرهنگی و تحقیقاتی هم در عرصه مبارزاتی آزادی بخش مردم بینوای افغانستان به شمار می آیند. به عقیده من بزرگترین افتخاری که ملت و مردم ما در طول تاریخ خویش می توانند بر آن ببالند، بلند ساختن صدای نفرت است که به تشخیص درست از نحوه استعمار سرخ و هواداران بومیشان پس از تجاوز روزها بر سرزمین تاریخی افغانستان از کنج کنج و دره دره از خاک مقدس ما بلند گردید و اندیشه عمیق مقاومت نیز در برابر اشغالگران و چاکرانشان در سینه مجروح و زخم خورده این ملت غیور جوانه زد. وقتی اشغالگران و مهره های بومیشان فریاد آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم را که از مناره های مساجد و معابد و بام خانه های و بام خانه های آشیانه گونه ایشان بلند میگردید شنیدن، به اجرای خونین ترین خشونت ها و جنایات رو آوردن و اکثریت مردم افغانستان را که از تیغ جباران زنده مانده بودند به زور شمشیر مجبور به ترک میهن شدند و جوقه جوقه در اردوگاه های آوارگان و پناهندگان آن کشورها جابجا گردیدند. اما دیری نگذشت که همه امیدهای آزادی خواهی و استقلال طلبی در هم و بر هم گردید و میبینیم که چگونه در آن دوره مهاجرت و آوارگی استعمار سرخ یعنی اردوگاه کمونیسم و مهرهای بومیشان که حزب دموکراتیک خلق افغانستان باشد و هاکذا استعمار سیاه که از تبعید شدگان و آوارگان چاکر و نوکر انتخاب میکرد و اکنون و در عصر حاضر این دو قدرت طراحان اصلی فاجعه به نام اشغال افغانستان شناخته میشوند. با شیوه های کاملا روانشناسانه و علمی نبض تک تکی از افغان ها را که از هزاران سال بدین سو در قلمروی که آخرا به نام افغانستان یاد می شود بدون خشونت و به رواداری و همزیستی مسلمت آمیز در کنار هم زندگی می کردن مطالعه نمودند و با تشخیص روانی هر واحد شهروندی آنها را اسیر در دم های رنگین استخباراتی ساختند. آنچه را که اکنون می خواهم به عنوان اصلی ترین و مؤثرترین اسلوب اسارت در دامهای استخباراتی که هر دو قلم رو بلد و تبعید به صورت یک اسلوب معتبر و نهادی نشده در اخلاق و وجدان عمومی مردم بیان کنم، همان اعتیاد یک ملت بر مصرف، تجمل و زندگی دم غنیمتی است که هیچ گونه احتیاج به توضیح و تفسیر ندارد. زیرا تجمل و دم زندگی تجمل و دم غنیمتی بزرگترین منجلابی است که در آن عزیزترین ارزش های خدایی انسان که یکی از آن همان عصیان و صدای اعتراض در برابر متجاوزان و اشغالگران است که هر روز در منجلاب هولناک و دایره معیوب از زندگی دم غنیمتی فرو می رود. واضح است که اسیران در این منجلاب متعفن به ظاهر بهشت نما احساسات، نیازها، عقده‌ها، دردها و ایدالهای خاصی پیدا می کند که با تأسف برای فروکش کردن و توجیه کردن آن در میان نسل جوان از کتابها و رسانه ها استفاده ابزاری به عمل آوردند. چنانچه شاهد صدها گروه و احزاب سیاسی و اجتماعی بودیم که در هر دو طرف قلمرو کشور به نام افغانستان نه به انگیزه است انگیزه های اصلی برای انداختن یک جریان فکری سیاسی مدنی که لازمه یک حرکت عدالت خانه آزادی بخش می باشد، بلکه در راه تقویت و استحکام منجلاب متعفن زندگی دم غنیمتی و اعتیاد بر مصرف و تجمل به کمک مهره های چکر صفت روشن فکری و حتی روحانی نمایی که با القاب مصنوعی فیلسوف و علما و نابغه فعال نگاه داشته شده است.
از آنجایی که شما بزرگواران نفریخته گردی هم آمده اید تا از روزی که به نام کتاب و کتاب خونی مسما گردیده است بزرگ داشت به عمل آورید و از نقش رسانه ها که به انگیزه های مادی و استخباراتی به وجود می آیند و در میان مبارزات مردم عدالت خواه افغانستان با پول و مصارف فرماندهندگان بدنام تاریخ سر می کشند و می میرند آگاهی کامل دارید. از تفصیل بیشتر می پرهیزم. یک بار دیگر از تک تک شما دانشمندان و پژوهشگران عزیز کشور که در پاتوق رادیو کتاب گردی هم آمده اید و روزی را که به نام روز کتاب مسما گردیده است گرمی داشت به عمل می آورید و کلمات این جانب را که فیل بدیهه به دعوت برادر فرهیخته و بزرگوار جناب نوید محسنی متصدی رادیو کتاب خوانده شد گوش فرا دادید ابراز تشکر می کنم. تشکر. خداحافظتان. سلامت باشین. تشکر استاد بزرگوار. خیلی لطف کردین، استفاده کردین. بیننده های گرامی، در پایان قسمت اول برنامه روز بین المللی رادیو کتاب شنیدیم. برنامه بعدی ما شاید حدود یک ساعت دوام کنم مثل از این برنامه. لازم به ذکر است که استاد فروتن تاریخ زنده افغانستان است و وبسایتی داره به نام وبسایت نواندشین. کسایی که علاقمند نوشتن است، هم از بانوان و آقایان، جوانان عزیز، میتونن نوشته های خود به ایشان بفرستین. همچنان تشکر میکنم از انجینر صاحب حسین و همچنان دکتر صاحب صمیمی و دکتر صاحب لقمان، همه دوستایی که زحمت کشیدن آمدن. از شما بیننده های گرامی هم که تا حالا با ما بودین سپاسگزاری میکنم. لطف کنین با سابسکرایب، انتقاد، نظر، پیشنهاد رادیو کتاب یاری کنیم تا بتانیم انشالله برای فرهنگ بومی و انسانساز افغانستان تاریخی خدمت کنیم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.